خشونت در پی جهش ناگهانی قیمت بنزین در بیش از 30 شهر ایران. گزارش های غیر رسمی از کشته شدن دست کم 10 معترض حکایت دارد. در برنامه امشب به ابعاد مختلف این ناآرامی ها میپردازیم. در ادامه این 60 دقیقه تصمیم سران سه قوه در شورای با تایید رهبری کشور را به ناآرامی کشانده. جواب کاسه صبر لبریز شده معترضان را دولت می‌دهد یا مجلس یا قوه قضاییه یا هم رهبر. تأمین کسری شدید بودجه یا تقسیم درآمد با ابشار کم درآمد. حکومت می‌گوید قرانی از پول بنزین را برای خود بر نمی‌دارد. چرا معترضان حرف مقام‌ها را باور نمی‌کنند؟ بنزین در ایران نسبت به بسیاری از کشورها همچنان ارزان است. اگر نرخ تازه جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، بازار سیاه دو نرخی شدن را چه می کنند؟ و گزارش ها از اختلال در اینترنت در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. عده‌ای می گویند اینترنت تلفن های همراهشان قطع شده. موجی از اعتراض ها ایران را در بر گرفته، اعتراض هایی که رنگ خون به خود گرفت. افزایش قیمت بنزین در ایران به شکلی کم سابقه و اجرای آن به شکلی غافل گیر کننده جرقه تازه ترین دور اعتراض ها را زد. تا حالا حرف از کشته شدن حتی بیش از 10 معترض در سیرجان، بهبهان و مریوان و دیگر شهرهای ایران است. در بهبهان جمعیت خشمگین یک ساختمان دولتی را هم آتش زدند و دودی غلیظ آسمان مرکز شهر را در بر گرفت. نیروهای امنیتی با حضوری سنگین سعی کردند تا وضعیت را کنترل کنند. حاکمیت در ایران کم ناآرامی و اعتراض ندیده و در سرکوب هم تجربه 40 ساله دارد. این دور از اعتراض ها و ناآرامی ها چقدر جدی است؟ چرا در گیرودار این جنجال ها عده‌ای شعارهایی فراتر از موضوع بنزین سر می دهند؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از نیکولاس نیکسالات. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم. ادامه ناآرامی ها در چهار گوشه ایران، اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین. اینجا در بهبهان شاهدان عینی کشته شدن یک نفر دیگر را به بی بی سی خبر دادند. اینجا مردم در بوشه زیر پمپ آب شعار می دهند. اینجا در ساری مردم حسن روحانی را هدف شعارهایشان قرار دادند. رئیس جمهور ایران که گفته بود درآمد حاصل از افزایش قیمت تماما بین 60 میلیون شهروند مستحق تقسیم می شود. این ویدیو از اصفهان به دست ما رسیده. و این تصاویر از خیابان پیروزی تهران. مردم ریختن تو آگاهی. پیشتر در سیرجان، جایی که ایرنا خبرگزاری دولتی اعتراض‌ها را شدید توصیف کرده بود، محمد محمود آبادی فرماندار کشته شدن یک نفر را تایید کرد، اما گفت ماموران امنیتی اجازه زدن تیر مستقیم به معترضان را نداشتند. او همچنین درباره مجروحان جمعه شب در سیرجان گفت نمیتوان با یقین گفت با تیر مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده باشند، چون بعضی از پشت و پهلو ضربه خورده‌اند. اعتراض بنزین 3000 تومانی شیراز، چهارراه ریشمند. افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است، نهادی که رهبر ایران آیت الله خامنه ای تأسیس کرده و اختیارات بی سابقه ای دارد. بعضی از نمایندگان مجلس از اعلام ناگهانی این خبر و کنار گذاشته شدن مجلس در این فرایند گله کردند. در بیرون از ایران شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران با کنایه نوشت نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیر ایرانی اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. در این حال حتی گزارش روزهای سخت آسان نیست. یزدان مرادی خبرنگار روزنامه سازندگی در توییتر از قول یک رئیس نوشته منفی ننویسید حذف میشه. مهدی احمدیان هم کاریکاتوری را که روزنامه آرمان ملی اجازه انتشارش را نداده در توییتر منتشر کرده. ایران کلانتری آتیش زدن در پل مالی آباد. پلیس ایران گفته بود آرامش در کشور برقرار شده، اما این تصاویر داستان دیگری را حکایت می‌کنند. نیکولاس نیکسادات، بی بی سی.
این تصمیم یک دفعه دیگه باعث شده تا تنش‌های ناشی از اختلال سیاست‌گذاری در حکومت ایران به سطح بیاد. مجلس از این ناراحتی که یک شورا بدون مشورت با مجلس چنین تصمیمی گرفته، کل کشور رو به هم ریخته. بعضی از نماینده‌های مجلس به دنبال متوقف کردن افزایش قیمت هستند. بعضی هم می‌پرسند که هزینه‌های امنیتی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین چه سودی در این دوران نابسامان اقتصادی داره. پیامدهای سیاسی این افزایش قیمت در خارج از ایران هم قابل توجه، به ویژه برای آمریکایی ها. گفتگو رو با هر دوی آقایون ادامه میدیم، ولی قبل از اون گزارش داریم از محمد امینی که نگاهی کرده به پیامدهای این تصمیم. شهرهای مختلف در حال اعتراض، سیاستمداران در حال توجیه و یا مخالفت با این افزایش قیمت. زمان بندی، نحوه اعلام خبر در نیمه شب، بدتر شدن وضع مردمی که از تحریم‌های آمریکا در رنج بودند و تنش‌های سیاسی و جنایی در فضای خبری و مجازی سوالاتی را درباره این تصمیم ایجاد کرده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عامل اصلی این وضع را اینطور معرفی کرده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که یک شورای فراقوه است، پس از چند جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. به نوشته ایسنا، تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تأکید کرده که از مصوبات این شورا حمایت خواهد کرد. رهبر ایران خود پیش از این هم از مصرف بالای بنزین انتقاد کرده بود. مصرف بالای بنزین در داخل، اون روز ایشون به من گفتن که روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. حالا یه جای دیگه من خوندم توی گزاری که بیشتر 120 میلیون است. خب یه گزار 120. حالا 105 میلیون لیتر چرا؟ به گفته ایسنا، این شورا با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در بهار 97 به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شده. این شورا امروز هم تشکیل جلسه داد و بر اجرای کامل افزایش قیمت بنزین تأکید کرد. سوال اینجاست که چرا در حکومت ایران برای دور زدن قوانین و نهادهای موجود بنا به مسائلی که پیش می آید همواره نهاد و شورایی بالای دست نهادهای قبلی ایجاد می شود؟ پس مجلس این وسط چه کار است؟ این سوال در این توییت پروانه سلحشوری هم به این شکل مطرح شد که با این اقدام سران سه قوه عملاً مجلس به هیچ گرفته شده و بهتر است درش را ببندند. در تحولی دیگر که باز هم خشم برخی مجلسیان از دور زده شدن نمایندگان توسط دیگر نهادها را نشان می‌دهد، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت فردا طرحی دوفوریتی برای لغو تصمیم گران شدن بنزین ارائه خواهد شد. او گفته رئیس مجلس با نمایندگان در این زمینه مشورت نکرده. او این طرح را عجولانه خوانده و گفته کاملا مخالف دیدگاه دولت است. محمد رضا تابش از رهبران نمایندگان اصلاح طلب در مجلس هم گفته روش اعلام و اجرای این تصمیم محل سوال است و باید مجلس جلسه فوری بگذارد. البته از سمت دولت تلاش برای مدیریت خشم مردم و اعضای دیگر نهادها را هم میتوان دید. در فضای مجازی حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی با انتشار نظرسنجی و توییت‌های بظاهر چالشی قصد دارد بگوید که فایده این افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای مردم نیازمند را باید دید، و یا این توییت که گفته دولت بنزین را گران کرده یا سوبسید را کم. سوال اصلی اینجاست که آقای آشنا و دیگر اعضای دولت تا قبل از این برای قانع کردن افکار عمومی چه کردند؟ و فایده این موضع‌گیری ها حالا در شرایط عصبانیت مردم چه خواهد؟ دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها به گران شدن چند برابری قیمت‌ها در ایران و موفقیت تحریم‌هایی که اعمال کرده اشاره می‌کرد. حالا مردم در داخل از حکومت می‌پرسند وقتی ترامپ نفت ایران را تحریم کرده، حکومت راحت‌ترین کار را خالی کردن بار فشار بودجه‌ای روی دوش مردم دیده و آیا این بهترین پاس گل برای تبلیغات دونالد ترامپ نخواهد بود؟ محمد امینی، بی بی سی. باید اضافه بکنم که فضای مجازی همچنان ملتهب مثل آنچه که در ایران در حال رخ دادن هست. تصاویر زیادی در فضای مجازی دست به دست میشه، مراجعه زیادی هم به بی بی سی فارسی هست. صفحه اینستاگرام بی بی سی فارسی
تعداد دنبال کننده هاش از 6 میلیون گذشته. همکارم پویا قربانی اینجا با من. پویا، چه مطالب تازه‌ای در فضای مجازی در حال چرخش است؟ چند ساعته که کاربرا دارن اشاره میکنن به اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت موبایل. ما اینو از همون موقعی که برنامه‌مون رو شروع کردیم در پوشش خبریمون اینو اشاره کردیم، اما اتفاق میشه گفت پله بعدی این محدودیت این هستش که من دیدم یکی از کاربرامون برامون نوشته که تقریبا ارتباط اینترنتی با خارج از ایران دچار اختلال هست. سایت‌های داخلی مردم میتونن مراجعه کنن، اما به خارج از ایران چندان کار نمیکنه. سرویس های وی پی ان گفته که این کاربر گفته که قطع و همه پروتکل های وی پی ان دچار اختلال شدن و فقط یکی از سرویس های وی پی ان تلگرام ساکس اون کار میکنه. این یکی از موضوعایی که خیلی بازتاب داشته. چند ساعت پیش هشدار داده بودن که اگر با وقفه در حقیقت فیلم های جدید کاربرا روبرو شدن، اینو هشدار رو در حقیقت موافقان این اعتراض دارن عنوان میکنن. داشتن عنوان میکنن که نباید دل سرد شد، چون این اختلال هدفش این هستش که وقفه ایجاد کنه در روند اطلاع رسانی و این ذهنیت رو بده که اعتراضات متوقف شده. اما حالا که اینجا هستیم بد نیست یه اشاره هم بکنم به یه توییتی که دیدم. علی که خودش پزشک هست توییت کرده بود، اظهار تأسف کرده بود از اینکه چقدر بده که مردم نمیدونن، اونجور که این کاربر توییتر نوشته، با زخمی هایی که گلوله خوردن چه کنن. از نظر یک پزشک گفته بود که تنها کافیه که محل خونریزی رو فشار بدین و اینا رو زودتر به دست ما برسونین و مطمئن شین که راه‌های تنفسشون بازه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی دیدم در حقیقت مقایسه میشد، مقایسه اعتراضات با معترضین در هنگ کنگ بود و تجهیزاتی که اونا به همراه دارن که در حقیقت باعث ایمنیشون میشه. این در مقابل ویدیوهایی قرار میگیره که ما در چند شهر از جمله شهریار دیدیم که نیروهای انتظامی وقتی دارن از دست معترضین میگریزن به شکل مستقیم به سمت معترضان تیراندازی کردن. این برخلاف اون چیزی بود که مقامات پلیس میگفتن که اجازه تیراندازی مستقیم ما ندادیم. اما در همین رابطه در حقیقت واکنش هایی داشته خیلی، مخصوصا اون ویدیوی شهریار که گفته بودن که اون، من نقل میکنم، که این نیروهایی که برای اسرائیل و آمریکا شاخشون نمیکشیدن الان به سمت هموطنشون دارن تیر مستقیم شلیک میکنن. و ویدیوهای دیگه که دیدم خیلی داره دست به دست میشه، ویدیوهایی هست در تبریز که نیروهای انتظامی رو و نیروهای ویژه رو نشون میده که دارن به خودروهای عبوری آسیب میزنن. این چیزیه که به هر حال روشی هستش که ما در سالهای پیش هم از نیروی انتظامی دیده بودیم و اینو عنوان کردن که ممکنه از فردا بگن که این معترضین بودن یا این برداشت دیگه از این بشه. اخلال و اختلالی که در دسترسی به اینترنت گزارش میشه چقدر اطلاع رسانی رو کند کرده، چقدر از حجم مطالبی که صبح تا حالا به دست ما میرسید این طرف و اون طرف منتشر میشد کاسته؟ در تلگرام هنوز این روند اختلال نتونسته تأثیر مخربی بذاره. همونطور که گفتم یکی از وی پی ان های تلگرام هنوز داره کار میکنه، اما من با یکی از همکارای بخش آنلاین داشتم صحبت میکردم، اون تایید میکرد که ترافیک در حقیقت مخاطبان از ایران، ترافیکی که داره آنلاین رو و وبسایت ما رو نگاه میکنه، نشون میده که از ایران دچار افت شده. این به هر حال ممکنه یکی از تأثیراتی باشه که این اختلال گذاشته باشه. وزارت ارتباطات ایران از چندی قبل طرحی رو داشت برای اینترنت ملی، اونو بسیاری از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت آزاد هشدار داده بودن که این ممکنه ایران رو به سمت کره شمالی شدن ببره. ما قبل از اون شاهد بودیم که مثلا اگر اختلالی در اینترنت ایجاد می‌کردن، بانک‌ها اولین جایی بودن که دچار مشکل می‌شدن و نمی‌تونستن نقل و انتقال مالی انجام بدن. این اینترنت ملی اتفاقا در همچین مواقعی احتمالاً داره کمک می‌کنه به اینکه هم جلوی روند اطلاع رسانی رو بگیره، همین که نیازهای خود
دستگاه های حکومتی و دولتی ایران نیازهاشون برطرف بشه و دچار مشکل نشن. ممنونم از پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرد.